جنسیت زنانه همواره یک بخشی از هویتش از بدو تولد به صورت فیزیولوژیکی و تربیت اجتماعی در رفت و آمد شدیدی میان پذیرش بارداری بوده است اما نکته مهمی که مطرح می شود این است که در بارداری گویی ما دوباره درگیر انقیاد بر بدن و جنسیت ما اما چه بر سر این جنسیت میآید؟ چه چیزی باعث می شود کمتر روایت تجربی زنان از پروسه سخت جنین به شکل خالص و صادقانه بیرونی شود؟ تارا مزفری در یک مقاله تحقیقی به بررسی سخت جنین از دیدگاهی ویژه می پژوهشی با بیش از پنجاه زن از سراسر ایران که البته اکثرا ساکن پایتخت بودند. نقطه ای که این تحقیق تلاش دارد بر روی آن ایستد و بر آن تمرکز ورزد همراه شدن با تجربه سخت جنین از ابتدا تا مرحله ای است که زنان می توانند دوباره در مورد این پوسه آگاهانه صحبت کنند صحبت این زنان اغلب نشان داده احساس افسردگی طولانی مدت فقدان عزت نفس و از خود بیگانگی نسبت به جنسیت و بدنشان است بدنی که در تلاطم تغییرات مادرانگی است اما هیچ فرزندی را با خود دیگر حمل نمی کند با ما باشید امروز با این موضوع سقد چنیم برابرانه برنامه است برای زنان برنامه برای درک بهتر از تبعیض علیه زنان در ایران و رویدادهای مهمی که زنان ایرانی با اون زندگی و مبارزه می من مرجان نقیه هر هفته با برنامه برابرانه با شما هستم با ما باشید بدن مادرانه تا به این حد نزد نظام مردسالار مذهبی و متعصب جنبه نمادین به خود گرفته تر اصل شاید بتوان گفت که سو استفاده از مادرانگی و جلوگیری از آگاهی از هر آنچه قرار است زنان با آن رو در رو شوند نوعی از کار کرده ممنوع از منفعت در جهت انقیاد هرچه بیشتر زنان است این کار در خصوص مادرانگی بدین شکل عمل می کند که امر کهن که پیشا پیش مستعد مناس رو در نشانه ها خرد و کوچک کند و سپس به والایش و نظارت بر امور درون فکن و برون فکن می پردازد. این نظارت از آن جهت است که بین تجربیات، افکار و داده های جدید در خصوص بارداری با تربیت تحت سلطه نظام پیوندهای جهت دادی داره شود. در نهایت بدین شکل که مادرانگی کارکردی تاریخی پیدا می کند که میان صورتبندی های خیالین یعنی جایی که بین امر کهن و امر نمادین و مادرانگی خیالی متوقف می شود زن باردار به اجبار تمام روح زنان پیش از خود رو گوی باید ادامه دهد بیهی چون و چرایی زیرا نظام توسط او است که ادامه پیدا می کند نظام توسط مادران کنترل می شود. تارا مزفری تلاش داشته مصاحبه ها به شدت فضای امن و صمیمی داشته باشند. چند سؤال محدود و سپس سعی می کرده. گفتگو رو به شکلی سازماندهی کنه که راوی نقش فعالتری از او و سوالش داشته باشه. محدود یه سنی زنان در این تحقیق در اون زمان که درگیر سخت جنین شده بودند از 15 تا 36 سال رو شامل می شده. اکثر زنان باردار بارداریشان ناخواسته بوده بخش جوانتر از محدوده سنی 15 تا 30 ساله که طیف زیادی از اونها رو شامل می شده از خلال رابطه جنسی عاطفی باردار شده بودند در این میان سه زن هم از طریق تجاوز و رابطه جنسی اجباری بارداری رو تجربه کرده بودند همه اونها اما دچار افسردگی شدید رفتارهای مزوخیستی میل به خودکشی شده بودند. از میان اونها تنها دو نفر که در رابطه زناشویی بودن با حفظ رابطهشون تونسته بودند کمی به سلامت از این مرحله عبور کنند. باقی دوستان اما متاسفانه به دلایلی که اتفاق شکست های عاطفی رو در پس زمینه داشته اونها رو هم مجبور بودن همزمان تجربه کنند. متن با پرسش های مزفری همراه میشه و اون سپس جواب رو در امتداد به شکلی داستانگونه پیش میبره اگه سخت جنین رو به سه بخش تقسیم کنیم شامل باردار شدن بودن جنین درون مادر و سپس رفتن جنین پس اکنون میتونیم از تجربیات احساس باردار شدن زنانی بگیم که باردار شدنی رو تجربه کردن که مرحله اول این تجربه سه مرحله هست. سلام آمده هستین چند سال در خصوص تجربه بارداریتون داشته باشم؟ شما تجربه بارداری داشتین؟ درسته؟ چه اتفاقی براتون افتاد؟ بله داشتم. اینطور که ببینید اینطوری بود که سلام خب من باردار شدم هنوزم دارم میلرزم خب, خب وقتی یادش میفتم من آخه مادر خودمم به خاطر سخت جنین از دست داده بودم هنوز که چشمام بسته میشه صدای قلب جنینم رو در بیشتر موارد سخت به خودی و خودش در سه اول بارداری اتفاق میفته یعنی زمانی که زن باردار آگاهانه جنین در حال رشد رو به عنوان بخشی جدای ناپذیر از خودش تجربه میکنه این زنه که گویی در پروسه بارداری با انتخاب سخت جنین در جامعه ایرانی در واقع خودش رو تنها میبینه و قربانیه و باید نظارگر تکه تکه شدن بدن و جنسیتش باشه و چه تلخ به زنان این گفته میشه که این رویارویی با تکه تکه شدن هویت و جنسیتشون امری طبیعی است و باید به صورت منطقی با اون کنار بیان و هیچگاه به این تجربیات و خاطرات بر نگردن. فراموش کنند، حرف نزنند و بردگی سیستم رو مثل پیش از این رخداد ادامه بدن. زیرا زن هیچ وقت نباید نسبت به هویت و جنسیتش آگاه باشه. سیستم سلطه زیستش رو ادامه میابه و گویی زن برای ادامه حیاتش ناچاره که به انقیاد سلسلوار پایان ناپذیرش تن بده. زن در فرهنگ ما دیگری است و به سبب تربیتهای مرد سالاران نزد زن دیگری بودگی بدیهی انگاشته می شود و با همین منوال است که جنین گویی یک جور دسترسی فزونی به سوگ دیگری ایجاد می کند. این رابطه با دیگری برای مادر پیکار برای بازشناسایی نیست زیرا جنین واقعا جزی از گوشت مادر بوده و هست چه زبانی فهمیدید که باردار هستید؟ اصلا چطور فهمیدید؟ دوره عادت ماهیانم به تعویق افتاده بود خیلی پرخور شده بودم کسل و افسرده بودم از نظر ظاهری بدنم دچار تغییرات سریع شده بود مثل بزرگ شدن بینی و سینه خوراکم دچار مشکل شده بود هر چیزی رو نمیتونستم بخورم به شکل عجیب حالت تهوع داشتم یا نسبت به بوها حساس شده بودم در یه ثانیه باورت نمیشه هم سرد میشدم هم گرم اصلا گاهی واقعا میلرزیدم و باز همین سوال چطور متوجه شدی که باردار هستی؟ راستش هیچ چیزی عادی نبود. نه خوابم نه خوراکم. وای پوست صورتم به شدت خراب شده بود. من هیچ چیزی از رابطه جنسی نمیدونستم بلدم نبودم آخه خب فکر میکردم باید منتظر بود که فرد کامل و, همیشه فکر میکردم باید منتظر بشم یه فرد کامل و عالی بشم و لابد اونم میدونه بعد به من یاد میده برای ما اینطوری نبود تحت اصرار و فشار اون قرار بود فقط یه بار همون یه بار همون یه شب از وسایل پیشگیری استفاده نکردیم ما همیشه خیلی مراقب بودیم همیشه مطمئن بودیم حتی اگه از وسایل پیشگیری استفاده نمی کردیم قطعا اونقدر به هم اعتماد داشتیم که درون من چیزی به اتمام نرسه اما امان از الکل من اما فقط میدونستم که پریود نمیشم به اصرار همه چندین بار بیبیچک استفاده کردم منم چندین بار چک رو نگاه کردم اما برای اطمینان از پاسخ درست یا غلط حتی تصمیم گرفتم که به پزشک زنان مراجعه کنم از طریق چه نوعی از رابطه جنسی زن و شویی عاطفی آزار یا غیره باردار شده بودین همسرم راستش اصلا اون باعث سخت جنینم شد که همین سخت ناخواسته بود دوست پسرم خیلی حمایتم کرد از نامزدم اما بعدش به هزار بهونه نامزدی رو خونوادش به خاطر سخت جنین من کنسل کردن و تا الانم ازشون هیچ خبری ندارم یه فردی که ازش متنفرم توی یه شب به من تجاوز کرد منم فقط 15 سالم بود یه رابطه عاطفی داشتیم که قول ازدواج داده بودن به من بعد برای همون یه شب سیغه کردیم همون شبم این اتفاق افتاد معلومه دیگه بعد از این اتفاق ازدواج نکردیم و پسر گم شد دوست پسرم بعد نکته تنز اینه که وقتی فهمید خودش خودش کرده همه دوستاش و هم اون همه ما رو بلاک کردن اینها پاسخ هایی هست که پنجاه زن به تارا مزفری در جریان تحقیقش دادن هنگامی که سخن از سخت جنین می شود، هموار نگاه ها و توجهات برای بررسی این رخداد سمت علوم و روش های پزشکی اقتصادی اجتماعی یا در نهایت روانشناسی زرد ماتوف به جنین می رود. در صورتی که کمتر تحقیقی را می توان یافت که به بررسی تجربی سخت جنین به صورت یک تجربه خاص زنانه آن هم برای درک که موقعیت و فشارهای جسمی و روانی در برخورد با جنسیت زنانه و آن چیزی که هیچگاه برای زن تعریف دقیقی نشده از پرداخته باشد نه در حدود و مرز توانایی های قانونی و عملیاتی پوسه سخت جنین و نه در حدود علم و دانش عمومی برای شناخت و مواجهه درست در موقعیتی به این مخصوصی در برنامه آینده برابران هم به این دو موضوع از دیدگاه زنان پرداخت خواهیم کرد بودن جنین و سپس رفتن آن